مثلا اسدالله اکبری دچار آریتمی قلبی شده، نامنظمی ضربان قلب. بچه‌ای هستن که دچار علائم مشخص زخم معده و اثنی‌عشر شدن. عموما این افراد افرادی هستند که سابقه زخم معده و اثنی‌عشر داشتند. حدود 28 نفر هستند که این افرادی که سابقه داشتند، بلا استثناء الان تمام این افراد علائم پیدا کردن. حدود 2 نفرشون علائم خونریزی گوارشی پیدا کردن و ما واقعا با داروهای قوی مثل اومپرازول، زانتاک اینا رو نگه داشتیم و تا الان مانع شدیم که خونریزی بکنن. با این حال روز به روز که این زمان میگذره این احتمال هست که این عوارض معده‌شون و زخم اثنی‌عشر تشدید بشه، فعال بشه، حتی دچار سوراخ شدن معده اثنی‌عشر، خون ریزی معده اثنی‌عشر بشن. متاسفانه با امکاناتی هم که اینجا داریم تحت محاصره این ساله ها هستیم و امکانات کمی پزشکی که داریم، در شرایطی که وضع تشدید بشه واقعا امکاناتمون خیلی کمه، نمیتونیم کاری، اون کاری که مثلا بچه ها تو خارج کشور میتونن با امکانات پزشکی بکنن اینجا بکنن. این وضعیتی هست که بچه ها الان واقعا اگه بخوام احساس خودمو بگم، خب همیشه ما پزشکا اصطلاحا بهمون میگن خیلی دلسخت هستیم، ولی دیگه بعضی وقتا واقعا علارغم این که تو شغل پزشکی سالها خیلی چیزا دیدم، بعضی وقتا واقعا خودم طاقتم تاق میشه از چیزی که از بچه ها میبینم. مثلا این نفراتی که خب آریتمی قلبی دارن یا سابقه مثلا سکته، مثلا قاسم طاهری سابقه یه سکته قلبی داره، علارغم این که ممنوعه به طور واقعی، تمام افرادی که من گفتم چه سابقه زخمای گوارشی اثنی‌عشر معده، سابقه قلبی، افراد مسن، اینا اصلا ممنوعه، ولی این بچه ها اصلا گوششون بده کار نیست. واقعا وقتی که باشون روبرو میشین انگار نه انگار، من چون پزشک هستم یه مقداری به لحاظ شغلی مجبورم با اینها ریز بشم، تازه اینا مسائلشون رو میگن، ولی وقتی یه فرد عادی باشون برخورد بکنه اصلا ممکنه واقعا متوجه نشه که این الان وضعیتش در حدیه که همین یک لحظه پیش فینت کرده افتاده بوده. اینقدر روحیه ها بالا